سوال بعدی هم در رابطه با یک سلول گالوانی داره صحبت میکنه. سوال بسیار قشنگیه. میگه یه سلول گالوانی از منیزیم و نقره تولید شده. پس از کارگرد سلول کدوم گزینه درست نادرسته؟ خب بچه وقتی که میگه منیزیم و نقره، میدونید منیزیم چون پایین تره آنوده و نقره چون بالاتره کاتوده. منیزیم چون پایین تره آنوده، نقره چون بالاتره کاتوده. آنودت کاهش جرم داره، لاغر میشه. کاتودت افزایش جرم داره، کپل میشه به اصطلاح. خب شکل رو نگاه کن، آت کپل شده پس آت کاتوده، قطب مثبته پس آت نقره است، بت آنوده قطب منفیه، زد ان ام جی هستش، منیزیم هستش. از روی شکل فهمیدم. چه شکلی فهمیدی؟ چون آتوپولتر شده، چاختر شده، پس کاتوده. پس کاتود هم نقره است، نقره هم مثبته، بیم آنوده چون لاغر شده، منفی آنود هم منیزیم. بریم سوال رو جواب بدیم. الکترون ها در مدار بیرونی همون سیم از تیغه B به سمت A حرکت میکنن. بچه از B به سمت A، میدونی که الکترون از آنود به سمت کاتود میره، خب از بی به سمت آ یعنی از آنود به کاتود میره. این جمله جمله صحیحه اما جواب تست نیست، من دنبال غلطم. بعدی، آ کاتود سلول بوده، آ کاتود سلوله و غلظت یونهای آید و مثبت کاهش یافته. خیلی دام گنده ای داشته تست، خیلی دام گنده ای داشته. آید و مثبت، نقره شما تو کاتود شما کاهش که پیدا میکنه، نقره مثبتت یه دونه الکترون میگیره میشه نقره، نه نقره دو مثبت. یعنی آیه دو مثبتی وجود نداره اصلا. نقره مثبت الکترون میگیره میشه نقره، این نقره میره میشینه رو تیغه، تیغه توپلتر میشه، پس آیه دو مثبت نیست، آیه یه مثبت. در صورتی که کاملا به نظر تست درست بود این جملهش، این جمله نادرسته، پس جواب تست منه. سه، تیغه بی قطب منفیه، بی قطب منفیه بله، و فلز تیغه بی از فلز تیغه آ کاهنده قوی تریه. بله، فلز تیغه آ تیغه بی منیزیمه و پایین تره، کاهنده تره و آنود تره که در مقابل نقره نقش آنود رو بازی کرد. بله، پس فلز بی کاهنده قوی تریه. این جمله هم صحیحه. کاتیون های منیزیم، کاتیون تو دیوار متخلخل میره به سمت کاتود. الان کاتود هم آه یا بیه؟ آه، پس کاتیونه باید بره به سمت آ. یون کاتیون های منیزیم با گذر از دیوار متخلخل به سمت الکترود آ مهاجرت میکنه. این جمله هم درسته، پس قطعا جواب تست گزینه دو بوده. به شدت دامس خیلی سختی داشته توی آیه دوباره مثبت و آیه مثبت.